خب دوستان ارجمند، آقای انتخابات در ایران به پایان رسید. آقای ترامپ در خاورمیانه است. همین اجلاسی که ترامپ در ریاض داشت با حضور بیش از 50 تن از رهبران کشورهای اسلامی، در واقع نوعی اشاره به این بود که کشورهای اسلامی ایران رو از رده جهان اسلام بیرون گذاشتن، دیگه ایران رو یک کشور اسلامی قلمداد نمی‌کنن. این یک. دو، اینکه تا همین امروز آقای ترامپ در با محمود عباس داره گفتگو میکنه، با محمود عباس، پیش از این با آقای نتانیاهو، و تا اینجا همه چیز علیه میهن و علیه به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده و متاسفانه یه جایی باید بگم علیه ایران بوده. گاهی نمیشه این هر دو رو از هم تفکیک کرد. میخوام ببینم که تصور آقایون چیه، ایران از این پس در این قاب خاورمیانه چه وضعیتی خواهد داشت، چون همین وضعیت روز هیتلر داشته در اروپا، یعنی کشوری که کاملا متمایز بود از بقیه جهان بعد کشورهای اروپایی و اون رو همه مردمان اروپا خصم خودشون قلم داد میکن. از آقای نوریالا شروع میکنم. بفهمید دکتر نوریالا. من عرض کنم که من خیلی خوشحالم که وسط صحبتتون این تفکیک رو قائل شدید، برای اینکه هم در گذشته آقای نتانیاهو رسما حساب حکومت اسلامی با ملت ایران رو از هم جدا کرده بود و گفته بود که ملت ایران یک ملت بزرگ تاریخی و غیر و غیر هستن، و در این کنفرانس ریاض هم من تقریبا تمام سخنرانی ها رو که گوش می کردم، از خود آقای ترامپ گرفته تا پادشاه عربستان تا پادشاه از کنم اردن، آقای السیسی، اینها همه در سخنان خودشون بر این نکته تاکید داشتن که ما مشکلمون ملت ایران نیست، این یک ملت تاریخی متمدن فرهنگسازی بوده است که حالا به هر دلیل و اشتباهی که صورت گرفته اسیر این حکومت ظاهرا اسلامی شده است. این به نظر من بسیار مهمه و ما هم به نظر من در اپوزیسیون باید بر این قضیه تاکید داشته باشیم، و اگر که تریبونی در اختیارمون قرار میگیره یا اگر که با شخصیتی از نیروهای مختلف دنیا صحبت میکنیم، بر این نکته تاکید بکنیم که عرض کنم که چنین نیست که ملت ایران پشت سر این حکومت ایستاده باشه. شما نگاه بکنید که در این انتخاباتی که صورت گرفت، تمام تلاشی که حکومت میکرد این بود که اولا بیشترین مردم رو بیارد به پای صندوقهای رأی و بعد هم نتیجهی که اعلام میشود رو اعلام بکنه، همطور که آقای خامنه ای اعلام کرد که این انتخابات، این استقبال مردم از این انتخابات رو بیره، همه اینها نشانه پایه های عمیق این حکومت در داخل ملت ایرانه. حالا که به نظر من اگر آدم منصفی ما باشیم، اگر که بتونیم تحلیل های درستی از همین انتخابات از کنم که ارائه بدهیم، خواهیم دید که کاملا همین انتخابات برعکس اون قضیه رو نشون داد. یعنی این که درسته که مثلا بگیریم که 16 میلیون از مردم صاحب رأی حاضر نشدن در انتخابات شرکت بکنند، یا حدود 2 میلیون رأی باطله و عرض کنم که سفید در صندوق ها ریخته شده، و فقط بیایم مثلا صحبت بکنیم راجع به رأیی که با آقای روحانی داده شده، ما میدانیم که یکی از دلایل این رأی دادن به خاطر همون بازی بد و بدتری بود که حکومت میخواست با مردم بکنه، و به نظر من حکومت ناچار بود آقای روحانی رو بیاره به قدرت برسونه برای اینکه بتواند سیاست نرمش قهرمانانه خودش رو ادامه بده، و به خصوص با آمدن آقای ترامپ بتواند دستاشو بالا بگیره، بگی من تسلیمم، و از این به بعد ما مسیر این تسلیم شدن رو خواهیم دید. اما عرض من این است که کسانی که رفتن به روحانی رأی دادند با تصور اینکه رئیسی کاندیده رهبری هست، در واقع یک نه بزرگ به رهبری گفتن، و بنابراین من فکر میکنم حدود 40 میلیون نفر بودند که گفتن ما نه با رهبری، نه با سیاست های رهبری، نه با عرض کنم که انزوای بین المللی ایران، با هیچ کدوم اینها موافق نیستیم. و اگر که این پیغام به درستی
به جهانیان ابلاغ بشه، اون وقت خطراتی که میتواند اتحاد مثلا صورت گرفته در ریاض علیه مردم ایران شکل بگیره تبدیل خواهد شد صرفا به علیه حکومت اسلام. تشکر میکنه اسماعیل فرهام. آقای اعتمادی بفرمایید. عرض کنم جناب مهبودی عزیز، در رابطه با مسئله سفر آقای ترامپ به ریاض و جلسه ای که به اصطلاح در ریاض برگزار شد، همونطور که خودتونم اشاره کردین یکی از بزرگترین نشست هایی بود که در سالهای اخیر در خاورمیانه برگزار شد و عملا هم دیدیم تمام نمایندگان کشورهای اسلامی حتی از منطقه تاجیکستان و عراق و افغانستان هم نمایندگانی در این اجلاس شرکت داشتن و همگی اونها هدفشون مبارزه با تروریسم بود و تروریسم را هم به اصطلاح مفهوم و معنا شد در پایگاه هایی مانند حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران و داعش دونستن. و باز هم با اشاره که هم جناب نوری علا کردن و خود جناب علی، هیچگاه کشور ما در این حد در انزوای سیاسی در تمام به اصطلاح دوران تاریخ معاصر خودش نبوده. و همونطور که باز میدونیم سفر آقای ترامپ بعد از اسرائیل به اروپا خواهد بود و به اتحادیه اروپا خواهد رفت و بعد از اونم به واتیکان. یعنی این تنها کشورهای اسلامی نیستن که امروز به نوعی متحد هستن در برابر حکومت اسلامی ایران و در برابر کشور ما، بلکه سفر آقای ترامپ به نوعی نمایش یک نوع اتحاد و به اصطلاح همبستگی بین المللی رو داره نشون میده در برابر حکومت اسلامی ایران و این به نظر من یک زنگ خطر بسیار جدی است و وظیفه اپوزیسیون و مردم کشور ما هست که در یک چنین وضعیتی بسیار هوشمندانه و هوشیارانه عمل بکنن. تشکر میکنم. خب من میدونم که رامین فرهام یکی از روشنفکران تراز اول ماست. اجازه بدید که ببینیم نگاه رامین فرهام چیه به اوضاع. آقای فرهام در سراپا گوشیم. موافقم با خطوط کلی صحبت‌های دوستان عزیزمون اینجا، اسماعیل نوریالا و حسن اعتمادی عزیز، و ایران منزوی است، منزوی تر از همیشه است و خطر واقعا در کمینه، چون ترکیب قدرت مالی عربستان و امارات با قدرت اطلاعاتی آمریکا و سیاسی آمریکا و جمع مجموع کشورهای اسلامی، یعنی که همه کشورهای دنیای اسلام نماینده هاشون اونجا حضور داشتن، از جمله مهمترین هاشون که عربستان باشه، مصر باشه و اردن باشه و اینها، شکست بزرگی است برای نظامی که 40 ساله یکی از لقب‌های رسمی رئیس نظام، رأس نظام، ولی امر مسلمین جهان، این شکست مفتزهانه است برای راجع به اینکه این نظام در همه زمینه‌ها شکست خورد و اینها واقعا میشه صحبت کرد و خیلی ها هم میدونن، ولی میخواستم صحبت رو، نکته که اینجا بخواستم بهش اشاره بکنم این است که چرا ما که به ایران فکر میکنیم، ما که خودمون رو نخست انسان و ایرانی میدونیم و بعد یا مذهبی هستیم یا نیستیم یا دموکرات هستیم یا نیستیم یا هر چیزی، ایرانی بودنمون واسه همون مهمه، ایران واسه همون مهمه و اینی که برای ایران و ملت ایران و فرهنگ ایران و بقای ایران چه باید کرد، چرا ما شکست میخوریم مدام، چرا آخوندها، بخوایم ساده صحبت بکنیم، چرا آخوندها پیروز میشن 40 ساله و ما شکست میخوریم؟ ما چیمون از آخوندها کمتره؟ عقلمون کمتره، هوشمون کمتره، شایستگیمون کمتره، لیاقتمون کمتره، چیمون کمتره؟ فسادمون 100% کمتره. یعنی من در بین خود ما و دوستان دیگری که اینجا نیستن واقعا آدم های صادقی هستن، آدم های اهل فساد نیستن، آدم های دزد نیستن، آدم های چیز نیستن. فساد ما از
امثال رئیسی، روحانی، خاتمی، هاشمی، خامنه ای، فلان، اینا کمتر، اینا فسادشون به قدری است که در یکی از مناظره ها من شنیدم رئیسی برگشت به روحانی، اون عمامه سیاه برگشت به عمامه سفید گفت فساد چه زیر عمامه من باشد چه زیر عمامه شما باشد باید باش مبارزه کرد. یعنی ابتذال روحانیت شیعه امروز به اینجا رسیده، ولی با این حال پیروز میشن دیگه، یعنی به هر ترتیب شده پیروز میشن. چرا ما شکست میخوریم اونا پیروز میشن؟ به نظر من باید یه قدم برمیگردم عقب بعد توضیح میدم. میدونم همه نگاهشون به گذشته نه کاملا مثبت نه کاملا منفیه، بعضیا جمهوری خواهن، بعضیا مشروطه خواهن، مثلا من مشروطه خواهم، ولی بذارید سوال اینجوری مطرح بکنم. چرا شاه پهلوی که قدرت سخت ساخت در ایران و زیر ساختهای طبقه متوسط، شهرنشینی، اقتصاد، بانکداری، دانشگاه، بندر، راه و ترابری، هواپیمایی، همه این چیزها رو ساخت، چرا او شکست خورد؟ چرا شکست خورد؟ او که بهترین قدرت سخت رو ساخته بود. اگه قدرت سخت مثلا شاه نیروی هوایی ایران نبود، ارتش ایران نبود، که صدام تا شیراز بابت تا اصفهان هم رفته بود دیگه، اینا همه میدونن، اینا حتی ناظران امور نظامی خارجی هم میدونن. نیروی هوایی شاه بود که در یه عملیات H3 40% کل نیروی هوایی عراق رو نابود کرد. چرا اون شاه شکست خورد؟ به نظر من به یه دلیل، به خاطر اینکه شاه و دستگاه شاه و شخص خود شاه چون در مرکزیت همه تصمیم ها بود، شخص خود شاه و دستگاهش اصلا به چیزی به اسم سافت پاور یا قدرت نرم اعتقاد نداشتن، فقط به هارد پاور اعتقاد داشتن. انسان‌هایی بودن که ایران رو دوست داشتن، ایران رو داشتن می‌ساختن و برای این کار معتقد بودن که با هارد پاور باید ایران رو ساخت. اصلا به سافت پاور نه فکر کردن نه اصلا بعضن اعتقاد داشتن. مثلا این تو خاطرات چیزم هست، اعلم هم هست که جست گریخته گفتگوهای با شاه داشتن و از این گفتگوها برمیاد که شاه اصلا به سافت پاور اعتقاد نداشت. ولی آخوند و فقط این آخوند شیعه هم نیست، اصولا دستگاه روحانیت چه مسیحی، چه یهودی، چه شیعه، چه ارتودکس، اینها چند هزار ساله هر کدوم به نوبه خودشون اصلا با سافت پاور بزرگ شدن، سافت پاور تو خونشونه و هر جام که به قدرت میرسن حتی عقب مونده ترینشون یعنی داعشی ترینشون هر جا که به قدرت میرسن اولین کاری که میکنن تمام تمرکزشون رو میذارن رو ابزارهای سافت پاور، یعنی آموزش پرورش و دستگاه فرهنگی. چون به اهمیت سافت پاور مذهب اصولا یه فرقه است که با شمشیر به قدرت میرسه و بعد با سافت پاور تبدیل به یک مذهب فراگیر میشه. اونها با سافت پاور چیز داشتن، در حالی که در جبهه مقابلشون کسانی که ایرانی میخواهند بیاندیشند، به ایران میخوان فکر بکنن، نه در زمان پهلوی اول، نه در زمان پهلوی دوم، نه بعد از 57، یا اصلا به سافت پاور اعتقاد نداشتن، یا اونهایی که اعتقاد پیدا کردن و به اهمیت سافت پاور یعنی قدرت نرم پی بردن، امکانات قدرت نرم نداشتن. و تا موقعی که این قدرت نرم بدیل وجود نداشته باشه و این آدم خودشو میخواد، یعنی آدم میخواد، اندیشکده میخواد، اندیشکده‌ای که با اندیشکده های همسو یک اکوسیستم تولید سافت پاور ایرانی به وجود بیاره میخواد، تا موقعی که چنین چیزی نباشه این در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی هر 4 سال یه بار شکست سیاسی و به انحطاط رفتن تدریجی ایران تا مرحله نابودی کامل ایران. این سافت پاور رو باید به وجود آورد و اگر نگاه بکنید میبینید تمام تلاش جمهوری اسلامی در زمینه سافت پاور و بخش عمده ای از تلاش جمهوری اسلامی در زمینه سافت پاور این بوده که قدرت نرم این بوده، چه از طریق عواملشون در خارج از کشور، چه از طریق خبرنگارانشون، عوامل دانشگاهیشون و و و و و در همه جام حضور دارن، در تمام رسانه‌های فارسی زبان، مرکز دانشگاهی در اروپا، در آمریکا. یکی از اهداف مهمشون و باید توجه کرد که به این هدفشون هم تا به امروز رسیدن، این بوده که مانع از شکل‌گیری
سافت پاور بدیل بشن، مانع از شکل‌گیری قدرت نرم بدیل بشن. تا موقعی که جست و گریخته یک سری محافل سیاسی یک سری بحث‌های سیاسی میکنن، هیچ آسیبی بهشون نمیرسه. تا موقعی که کریتیکال ماس، من ترجمه فارسی کریتیکال ماس رو نمیدونم، کریتیکال ماس در زمینه شکل‌گیری و تولید یک قدرت نرم، یعنی یک گفتمان ملی و در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، در زمینه سیاست منطقه‌ای، در زمینه محیط زیست، مجموعه گفتمان‌هایی که در یک گفتمان متا گفتمان، در یک گفتمان قالب ملی و ایران بنیاد و ایران محور تولید شده باشه، تا زمانی که این تولید نشده باشه، شکست سیاسی سرانجام همین کارهایی است که ما داریم می‌کنیم و راه چاره‌ای هم براش نیست. تشکر. بنابراین بلافاصله این سوال مطرح میشه، پس چه باید چند؟ آقای نوری علا. عرض کنم که من با حرفایی که آقای دکتر پرهام زد موافقم، اما فکر میکنم که ایشون فقط یک روی سکه رو مطرح میکنن. مسلماً وجود یک گفتمان بدیل یا یک نمیدونم گفتمان ملی برای اینکه در مقابل گفتمان حکومت اسلامی قرار بگیره امر مهمی است و من فکر میکنم در این زمینه ما پیشرفت‌های بسیاری هم داشتیم. الان من اعتقادم اینه که همه سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی ما قبول کردند که بدیل حکومت اسلامی به لحاظ اینکه اسلامیه یک حکومت سکولاره و به لحاظ اینکه استبدادیه یک حکومت دموکراتیکه. یعنی سکولار دموکراسی الان گفتمان غالب سپهر سیاسی خارج کشور است. اما آخوندها یه چیز دیگری هم دارن که ما نداریم و اون به نظر من اشتراک منافع و اتحاد در منافع هستش. ما تا موقعی که در اپوزیسیون سکولار دموکرات نتوانیم به این اجماع برسیم که ما هم دارای منافع مشترکی هستیم، منافع مشترکی که به نظر من مردم ایران هم درش شریک هستند. یعنی هیچ ملتی در دنیا الان ما نداریم که 40 سال در معرض همه بدی‌ها و کثافت‌کاری‌های حکومت مذهبی قرار گرفته باشه. ملتی که در عصر ارتباطات داره زندگی میکنه و خبر داره که در دنیا چه میگذره، مردم دنیا چگونه دارن زندگی میکنن، کدومشون مرفه هستن، کدومشون بدبختن، کدومشون دچار استبداد هستن، و در نتیجه اصلا عقلن باید قبول کرد که ملت ایران آماده ترین ملت جهانه که بتونه از مدار استبداد بیاد بیرون و حکومت سکولار دموکرات رو بپذیره. ولی حلقه مفقوده آن است که چرا سکولار دموکرات های ایران که گفتمان رو هم دارند در دست خودشون با همدیگه اتحاد نمی کنند؟ آیا این حکومت اسلامیه که موفق شده در بین اونها تفرقه ایجاد بکنه، بخششون رو بخره، در بخششون نفوذ بکنه و نگذاره که چنین اتحاد عملی و تشکیلاتی صورت بگیره؟ خب شما فکر کنید که ما اگر گفتمان رو حتی به ایدئولوژی هم ترجمه کنیم، الان ما فقیر نیستیم در این زمینه، متفکرین ما تو این زمینه ها کار کردن، مطلب نوشتن، همه اینها، ولی همش مجموعش تبدیل شده به افعال بدون فاعل و شما فعل بدون فاعل رو نمیتونید متحقق بکنید. به نظر من مشکل اینجاست. اگر آسیب شناسی میخواد صورت بگیره، باید در این زمینه صورت بگیره. من به همین دلیل بارها در برنامه شما آقای بهبودی از شما تقاضا کردم که تمام آدمایی که سرشون به تنشون میارزه رو صدا کنید بیارید اینجا بپرسید که مشکل شما در اتحاد کردن با هم دیگه برای نجات مملکت در چیه. حتی این کارو میکنیم، از همه دعوت میکنیم. یه پیشنهاد داده آقای دکتر رامین پرهام، سه‌شنبه های آخر هر ماه یا سه‌شنبه های اول هر ماه یک پانل داشته باشیم، هر بار یک میهمان داشته باشیم از گروه های مختلف، هر کس، تمام کسانی که واقعا دغدغه و تشویش دارن نسبت به سرنوشت و آینده میهن و مملکت،
و مهمم نیست به کدام جناح تعلق دارن، به کدام طیف، هیچ اهمیتی نداره، همه آزادن نظرشون رو بدن. و من فکر می‌کنم باید فکر جدی کرد. یک پیروزی عمده و بزرگ ایرانیان خارج از کشور، مخصوصا شخصیت‌هایی که در کار سیاست بودن، این بود که بالاخره موفق شدن جهان رو متقاعد بکنن که بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تفاوت عمده وجود داره. اینا دو طیفن در دو سوی یک دیوار. یک خانم کندالیزا رایس در آخرین کتابش به نظرم با شکوه تمام موضوع رو اثبات میکنه، اشاره میکنه به سفر آقای کوهن به ایران، یک عضو پیشین وزارت خارجه، یکی از بعدی وزارت خارجه، قبلا موقع دانشجو بوده، که در سفر به ایران و بازگشتش اطلاع میده وزیر خارجه وقت آمریکا، یعنی خانم کندالیزا رایس. چه نشستی؟ من هر جا که میرفتم میگفتم آمریکایی هم اگه جنسی میخریدم از من پول نمیگرفتم. اینقدر مردم ایران آمریکایی ها رو دوست دارن. یا اظهارات آقای نتانیاهو، یا حرفای همین پریروز آقای دونالد ترامپ درباره مردم ایران رو مردمی با فرهنگ توصیف کرد. هیچ ربطی نداره. این پیروزی بزرگ بوده. حالا چطور میشه از این دستاورد، از این میراث استفاده کرد؟ هم میهنانم و کفه حضور ایرانی ها رو در خارج کسانی طرفدار آزادی و سکولاریسم و عقیده قبیله سنگین کرد. این به فکر میکنم یک وظیفه اصلی باشه. آقای اعتمادی عزیز بفرمایید. آقای مهبودی، من به نظرم بحثی که رامین پهرام عزیز مطرح کرد یکی از مهمترین، یا بهتره بگم مهمترین بحثی است که اپوزیسیون باید بهش بپردازه. اجازه بدید من در رابطه با این مسئله بگم که حرف رامین پهرام نازنین حرف تازه‌ای نیست. وقتی که پدر ارجمند ایشون آقای دکتر باقر پهرام به خارج از کشور تشریف آورده بودند، اگر اشتباه نکنم در اوایل سال 2000 بود که پروژه به اصطلاح اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران رو مطرح کردند و اون زمان همه ما از جمله خود رامین پهرام عزیز برای پایگیری این گفتمان و برای به اصطلاح عملی کردن این گفتمان ما حتی تشکیلاتی ساختیم و دکتر باقر پهرام سرپرست این پروژه بودند و دلسوزانه برای راه اندازی این پروژه عمل کردند. حتما خود جناب عالی خاطرتون هست که من در اون سالها مأموریت یافتم از طرف این پروژه و بنا به خواست خود دکتر باقر پهرام به لس آنجلس اومدم، نزدیک به یک سال در اونجا بودم که در این رابطه ما کار بکنیم و کوشش‌های بسیار زیادی در این زمینه انجام گرفت. اما متاسفانه در همون اوایل کار ناگهان پروژه دیگری به میان آمد که پروژه رفراندوم بود که در برابر این پروژه که زمینه اتحاد و همبستگی همه اپوزیسیون و همه دموکراسی خواهان و همه ایران دوستان رو هدف خودش قرار داده بود رو تحت شعاع قرار داد و متاسفانه ما نتونستیم این کارو بکنیم. اما من خوشحالم از این که باز هم این فکر از سوی رامین پهرام عزیز در این برنامه مجددا مطرح میشه و خوشبختانه دکتر اسماعیل نوری علام در طی تمام این سالهایی که گفتمان سکولار دموکراسی رو از حدود 10 سال پیش در درون اپوزیسیون به میان کشیدن و مورد توجه بسیاری از فعالان و شخصیت‌های سیاسی ما قرار گرفت، در به یک معنا ادامه اون راه بود و تکمیل کردن اون راه بود. در نتیجه من فکر می‌کنم با کمک شما و با کمک رسانه‌های دیگر این پیشنهاد رو و این فکر رو ما هر چه زودتر در دستور کار خودمون قرار بدیم. کمان که در اوایل برنامه موضوع اجلاس ریاض بود، سیاست جدید دولت تازه دولت امریکاست، نقش کشورهای خاورمیانه است، همبستگی و اتحادی است که الان داره در بین نمایندگان ادیان گوناگون به یک معنا جامعه یهودی بین المللی، جامعه اسلامی بین المللی و مسیحیان جهان، اتحادیه اروپا و سیاست‌های دولت اخیر امریکا، همگی اینها گفتیم که بسیط شدن در برابر حکومتی مانند حکومت اسلامی ایران که ما چه بخوایم چه نخواهیم اونها به عنوان نمایندگان ما در سازمان‌های بین‌المللی حضور دارن و میتونن با سیاست‌هایی که در طی 40 سال گذشته به نوعی به هر حال انجام دادن سرنوشت کشور ما رو به طور جدی به خطر بیاندازن. بنابراین من امیدوار هستم این پیشنهاد و با توضیحاتی که جناب نوری علا دادن مورد توافق جناب عالی و سایر به اصطلاح
هموطنانمون، به خصوص کسانی که در رسانه‌های مختلف هستند، نمایندگان جریان سیاسی گوناگون، شخصیت‌های سیاسیمون، شخصیت‌های فرهنگیمون مورد توجه قرار بگیره و ما بتونیم به زودی اقدام به کارهای به اصطلاح جدی‌تری در این رابطه انجام بدیم. تشکر می‌کنم. همین امروز شنبه است، با آقای دکتر راوین پرهام هستیم، دکتر اسماعیل نوری‌الا، آقای حسن اعتمادی، آقای اعتمادی در سوئد زندگی می‌کنن، آقای نوری‌الا در دنور کلرادو و آقای راوین پرهام عزیز در پاریس. آقای امیر شهرتی هم برنامه رو هدایت میکنن. اگه اجازه بدید از بازار سمرقند عبور میکنیم، خرید میخواید بکنید همینجا برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم. در این باره فکر کنید، یک پانل که امیدوارم بتونه به حد کافی اثرگذار باشه برای اینکه همه درباره اون چیزی که این برنامه گفته میشه فکر کنن، اندیشه کنن، چاره جویی کنن. واقعا موقع چاره جوییه، موقع نگاه بکنید الان به وضعیت که ایران پیدا کرد نسبت به حتی همسایگان خودش، نسبت به هم امروز عربستان سعودی موفق شده با پیشبرد یک سیاست خارجی قاطع و بسیار سنگین، قاطع و سنگین کاری بکنه که 50 کشور در جهان اسلام پشتشون رو جمهوری اسلامی بکنن. اصلا بگن آن جمهوری اسلامی در رده کشورهای مسلمان نیست. خب یه پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی عربستان و معمارش آقای عادلت جبید و همینطور شاهزاده سلمان. در عوض در ایران این وزارت خارجه است که واقعا شکست میخوره، به تمام قد شکست میخوره و نشون میده که اینها تقریبا در زمینه مسائل خاورمیانه هیچ کاره هستن. وزارت خارجه ایران و دیپلماسی ایران هیچ نقشی در تنظیم مناسبات ایران با کشورهای پیرامون خودش به ویژه کشورهای اسلامی نداره. میرویم و برمیگردیم. ما رو پی میگیریم با دوستان عزیز و ارجمند، اما بریم مجددا به سراغ آقای دکتر راوین پرهام. دکتر پرهام توضیح مونده تتمه سخنی که بعد بریم سراغ هموطنان، بریم هموطنان چی میگن. شماره تلفن هم بر صفحه تلویزیون قرار بدید، بفرمایید تتمه سخن. بله موافقم با صحبتی که اعتمادی عزیز کرد در این که این در این 15 سال گذشته چی شد، از کجا آمد، کارهایی که اسماعیل نوری‌الا کرده در زمینه، با همین رو موافقم که این که پادشاه اردن، ملک سلمان، دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو میان و از فرصتهای مختلف استفاده میکنن و تمایز قائل میشن بین مردم ایران و حکومت ایران، به هر حال دستاورد مردم ایرانه، دستاورد این مردم فرهنگسازی است که در زمینه‌های مختلف می‌درخشند تا جایی که میتونن هر وقت فرصتی پیدا می‌کنن و کاری که در خارج از کشور صورت گرفته. با این حال اگر بخوام چیز بکنم، ببینید قدرت نرم جمهوری اسلامی به حدی است و به حد اینها روی این قدرت نرم کار کردن و این کارن که اینها افتضاح بزرگ برجام رو، یعنی 300 میلیارد شما بیاید در ظرف 15 تا 20 سال روی یه صنعتی که هیچ وقت هم تبدیل به صنعت نشد و هیچ کس در ایران چیزی از رفاه اون صنعت ندید، یعنی هیچ گوشه از دستاورد رفاهی برای مردم نداشت، 300 میلیارد خرج بکنن، کشور رو منزوی و بدنام بکنن و زیر بار تحریم ببرن، بعد بیان تسلیم بشن و از این تسلیم به اسم برجام فتح الفتوح بسازن، اون هم نه هر جایی، در روشن فکران ترین روزنامه ایران که روزنامه شرق و روزنامه اعتماد باشه بیان بگن این فتح الفتوح بوده. ببینید مسئله اینه، یعنی با یه همچین قدرت نرمی طرف هستیم. اینه که به نظر من باید بیشتر روی این قضیه تأمل کرد و بیش از تأمل، برای اینکه به اندازه کافی فکر و تأمل شده، باید دست به کار شد و شرایطی رو فراهم کرد که بشه قدرت نرم بدیل
تشیع اسلام، حکومت شیعه، حکومت اسلامی در ایران رو ارائه کرد که فقط میتونه حکومت ایرانی باشه و این روش کار کرد از جنبه های مختلف و بعد رسانه ها رو تغذیه کرد با این حکومت ایرانی در مقابل حکومت اسلامی. اگه بخوام خلاصه بکنم نکاتمو اینجوری خلاصه کنم. تشکر. نظر دوستان رو خواهم پرسید. درود بر شما، میفرمایید. بفرمایید. درود بر شما، میفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید خانم جان. روزتون بخیر. قربان شما. من میخواستم یه چیزی بگم راجع به این رأی دادن و اینا. اینا اینقدر زرنگ بودن، اینقدر خامنه‌ای زرنگ بود که شیطون هم دست داد. من با هر کی تو ایران صحبت کردم گفتن رأی نمیدیم، ولی تو 52 میلیون 47 میلیون رأی دادن، آمریکا رأی دادمه. یعنی اصلا نمیتونید فکرش بکنی که اینا چقدر زرنگ بودن و چقدر قشنگ گفتن همه راضی هم به جمهوری اسلامی که رأی دادن. ولی به نظر من کاری که مردم کردن خیلی هوشمندی بود، این شکست آقای خامنه ای بود. درسته مردم نمیخواستن رأی بدن، ولی که ناگهان تصمیم گرفتن به نظر من فرصت طلبی به قصد این که قدرت موجود در قدرت در ایران رو سنگ روی یخ بکنن. حالا نمیدونم نظر دوستان عزیز چیه، نظرشون میپرسیم. درود بر شما، بفرمایید. الو شب بخیر، حال شما خوبه؟ قربان شما، تشکر میکنم، بفرمایید. حضور جناب عالی و مهمانان گرامیتون و تمام بیننده‌های عزیز، میخواستم نظرم رو بگم راجع به این قضیه اگه لطف کنین و مهمانان گرامی اگه بتونن جوابمو بدن ممنون میشم. بفرمایید. اول اینکه ایران آزمایشگاه تمام اپوزیسیون ها نیست. چرا؟ به دلیلی که ملت هوشمند و دارای هوش خیلی بالاست. یعنی ما نمیتونیم بیایم کمونیست رو یا مثلا مشروطه و یا جمهوری خواه اینا رو بیان تست کنیم روی ملت. ملت باید خودش بپسنده. اپوزیسیون ها باید بیان بشینن و واقعا طرحاشون ارائه بدن، ملت بشنوه، گوش بده، با این آخوندی که الان بر علیهشون سلطه داره بیان تمیز بدن، بگن آقا کدوم یکی بهتره، انتخاب کنن. مثل همین انتخاباتی که شد، خب البته این انتخاباتی که الان در ایران هست انتصابات انتخابات نیست. بعد بیان ملت بگن آقا ما این رو میخوایم. اگر واقعا اپوزیسیون ها بدون اسلحه و بدون دیکتاتوری بخوان بیان وارد کشور بشن و بخوان این ملت رو اداره بکنن. تشکر میکنم. خب آقای نوری علا بفهم تا اینجا. من البته دقیقا منظور نظر این دوستمون رو نفهمیدم، ولی فکر میکنم که ببینید یه وقت هستش که یک جامعه آزادی هست، انتخابات آزادی هست، احزابی هستن، اینها میدن برنامه هاشون رو ارائه میدن و ملت از بین اونها یکی رو انتخاب میکنه. تا اینجا حرف ایشون مربوط به وضعیت فعلی ما که فقدان همه اینها هست نمیشد. اما من فکر میکنم که از منظور اصلی ایشون این بودش که این اپوزیسیون باید بیاد جلو در این اتحادی که با هم میکنه برنامه های خودش رو ارائه بده و کاری بکنه که مردم واقعا از ته قلب بخوان که وضع عوض شه و این نگاه و گفتمان جانشین اون چی که امروز هست بشه. من فکر میکنم که این حرف درستیه، این وظیفه اپوزیسیونه و اگر انجام نده به خصوص در این موقعیت تاریخی که در جهان پیش آمده، به نظر من تک تک کسانی که خودشون رو فعال سیاسی، شخصیت سیاسی میدونن، در واقع دست به خیانت علیه منافع ملت ایران زده. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب بهبودی، خسته نباشید. قربان شما، بفرمایید. من مهدوی هستم از نروژ مزاحم میشم. همینجا هم درود مخصوص دارم به دکتر اسماعیل نوری‌علا، همینطور دکتر رامین فرهام و دوست عزیزم جناب حسن اعتمادی. خود من شخصا جناب میبودی شاهد و به هر حال ناظر بر همه این به هر حال زحمت ها و تلاش های این عزیزان بوده و هستم. فقط مسئله من فکر میکنم اساسی این هستش که خب ما سالیان سال داریم این کارها رو انجام میدیم و به نظر من الان که به این موقعیت و به این مرحله رسیدیم باید به صورت پیوسته این حرکت انجام بشه. یعنی اگه این عزیزان از گروه های مختلف نمایندگانشون رو
بفرستن در یک محلی با کمک دیگر گروه ها بتونیم همه این صحبت های زیبایی که میکنیم رو به مرحله اجرا در بیاریم. وگرنه خود ما میدونیم بارها و بارها این جلسات تشکیل شده، بینش یه سال دو سال فاصله افتاده، دوباره در یک جای دیگه این حرکت انجام شده. شاید قبل از اینکه مجبور بشه اپوزیسیون ایران مثل اپوزیسیون افغانستان یا عراق در یک جلسه بشینن و دولت‌های دیگه دورشون باشن و بگن شما دو هفته وقت بدید یک راه حل به دست بیارید، خودمون این کارو انجام بدیم با این همه آدم‌های فخیم و به هر حال دشمنی که در اپوزیسیون داریم. به هر حال من فکر می‌کنم باید وارد این مرحله شد. سپاسگزارم، بازم خسته نباشید میگم به همه شما عزیزان. تشکر. آقای اعتمادی بفرمایید. من خدمت آقای آرش مهدوی عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که ایشون شاهد این برنامه بودن. به نظرم نکته که برای اشاره کردن چیزیست که همه ما باش موافقیم و به همین منظورم حداقل این کمیته که در این 4-5 سال اخیر کنگره های سکولار دموکرات ها رو در اینجا و اونجا دنیا برگزار کرده و آقای مهدوی عزیزم یکی از شرکت کنندگان فعال در این کنگره در همه سالها بودن، به غیر از کنگره اول که در واشنگتن برگزار شد. امیدوارم که در کنگره به اصطلاح امسال ما بتونیم با کمک همدیگه و با حضور به اصطلاح طیف‌های مختلف که نمایندگانشون رو به این کنگره همیشه فرستادن در خصوص این مسائل و از جمله نکته‌ای که آقای مهدوی بهش اشاره کردن به نتایج و تصمیم‌گیری‌های به اصطلاح عملی و قابل اجرایی برسه. تشکر می‌کنم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. لعنت تمسخرم، ببخشید بچم مزاحم شدم. من که امشب آقای دکتر پرهام بدم و اصلا خیلی دارم خواست که مستقیم به خودشون از ارادت داشته باشم خدمت آقای نوریالی و جناب اعتمادی هم همچنین از ادب احترام دارم. آقای دکتر پرهام، من سه‌شنبه هفته قبل وقتی شما میدم واقعا خوشحال شدم. خیلی ممنون که وقتی برگشتیم شنده بودم که شما نمیخواییم این که حرف تازه خیلی گفتم به تمروی خودتون نداریم، از این تغذیتون هم ممنونم. ولی واقعا خوشحال شدم و از این که حرف تازه واقعا به معنی واقعی داشتیم برای من ایرانی ازتون سپاس بذارم. من هنوز که هنوز بیشتر آقای میرادی گفتم پیشتر که حرفای همین چشمه گذاشته شون هستم بگیر فیاده که صحبت کردیم، این صدای شما رو اون تیکر برزد کردم چون دو داری من رو شد و خیلی جهاز سعی کردم روی این به شرکت اجتماعی اینو بالاخره پخشش کردم جایی که تونستم صحبت کردم و دارم هرچی شنید میفهمه که حرفای شما رو از سایز تحلیلی که شما کرده بودین شگفت‌زده شد و میگفتن که چنین سایز تحلیلی به این صورت کسی نشده بود. میخوام بگم که قبل صحبت‌های شما رو من خیلی 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 میدونم و برای من بسیار ارزشمند صحبت‌هات بود. ببخشید وقتتون رو گرفتم، فقط میخواستم عرض احترام کرده باشم خدمت عزیزان به خصوص آقای دکتر پرهام. تشکر فرانک عزیز. دکتر پرهام بفرمایید. با تشکر از هممیهن گرامی و عزیز و مهر و محبت ایشون فرانک خانم، نمیدونم چی بگم. ببینید بذارید فرانک خانم در مقابل مهر شما من واقعا نمیدونم چی بگم، ولی در مقابل صحبتی که مهبودی عزیزمون چند دقیقه پیش کرد یه اختلاف نظری دارم، راحت تره درجه میدم که با میبودی در بیفتم اینجا. آقای میبودی، ببینید من موافق نیستم که ملت ایران در چند روز پیش هوشمندی خاصی از خودش نشون داد یا و خامنه ای شکست خورد. خامنه ای اگر شکست خورده بود که من شما اینجا نشسته بودیم. خامنه ای پیروز شد و دلیلش هم تا اونجایی که عقل من به اجازه میده در اول برنامه گفتم، تا موقعی که یک قدرت نرم بدیل اسمش روشه، قدرت نرم حتی برخی از اندیشمندان در غرب میگوین قدرت یعنی قدرت نرم، power is soft power، یا تلران فرانسوی دیپلمات معروف قرن 18 و قرن 19 در فرانسه که آخوندم بود، تلران آخوند بود
بعد از درس آخوندی و لباس آخوندی اومد بیرون، چیز شد، دیپلمات شد. اول برای لویی 16 هم کار میکرد، بعد برای ناپلئون کار کرد، بعد برای لویی 18 هم کار کرد. نوکر قدرت بود، فرق نمیم که آدم بسیار فاسدی هم بود تلران، ولی آدم بسیار کارایی بود. یه چیزی بود مثل مثلا هاشمی رفسنجانی، یعنی به شدت فاسد ولی در کاری که میکرد کارایی داشت. تلران تفاوت قدرت نرم و قدرت سخت رو اینجوری بیان کرده که مونده توی چیز تاریخ، مونده. قدرت نرم یعنی قدرت سرنیزه، و قدرت نرم رو اینجوری بیان کرده، قدرت سرنیزه رو، سرنیزه به درد خیلی از کارا میخوره ولی روش نمیشه نشست، یعنی به سرنیزه نمیشه اتکا کرد. شما اگه به سرنیزه تکیه بکنید کمر خودتون رو سوراخ میکنه، یا اگه بخواد روش بشینید جای دیگه رو سوراخ میکنه. قدرت نرمه که زیر بنای هر قدرت و هر نظم سیاسی است. تا موقعی که این قدرت نرم شکل نگیره نمیشه، و مردم ایران هم تا موقعی که نبینند جلوه های بیرونی این قدرت نرم رو، اصلا چاره دیگه ای ندارن. ببینید مرد وقتی که میگید ملت ایران پیروز شد سیلی به خامنه ای زد، از کدوم ملت صحبت میکنید؟ از قشر مرفه خیابان فرشته به بالا صحبت میکنید، یا از اون 45-50% که بر اساس آمار خود دولت روحانی در فقر مطلق دارن زندگی میکنن؟ و تازه این یکی دو سال هم نیست، 15 ساله که نیمی از جامعه ایرانی در فقر مطلقه. ملتی که نیمیش در فقر مطلقه اصلا میتونه بره به خامنه سیلی بزنه یا مثلا چیز بکنه؟ خامنه ای که دو روز قبل، سه روز قبلش گفت رأی شما هر چی باشد پیروز نظام است. ببینید چرا مردم چیز میکنن؟ برای اینکه چاره ای ندارن. ملتی که قشر تحصیل کردش، قشر جوانش در پی فراره، یعنی آرزوش اینه که فرار کنه از اونجا، آرزوش شده فرار. ملتی که یه بخت درصد قابل توجهی از اون معتاده، و تا موقعی که بایگانی های وزارت اطلاعات و وزارت کشور و بهداری و اینها به دست نظام بعدی نیفته نمیتونیم بگیم این آمار چقدره، ولی میدونیم که این آمار بسیار بالاست. ملتی که بخش قابل توجهیش داره در کلان شهرها و در حتی در شهرهای مذهبی از طریق فحشا زندگی میکنه، این ملت اینجوری چجوری میتونه سیلی بزنه به یه قدرت بیشاخدومی که سپاه محمد رسول الله و امام حسین برای سرکوب داره، یعنی اون قدرت سختشه، و یه قدرت نرم بسیار گسترده داره که یه سرش العربی، المیادین و المنار و پرس تیوی و آدم ها و روزنامه نگارهاشون در بی بی سی و رادیو فردا و وی او ای و ایران وایر و چه میدونم فلان و فلان و فلان هست، و در دانشگاه های آمریکا، و یه سرش در تهران است که به قدری اینها گسترده و پیچیده عمل میکنند و به قدری این کارند که همونجوری که بهتون گفتم یه شکست مفتزهانه بزرگ تاریخی رو تبدیل کردن به پیروی فتح الفتوح، یا قطعنامه 598 رو که یک سرفکندگی برای این ملت بود، برای اینکه پیروزی ارتش ایران در خرمشهر رو تبدیل کرد به شکست ایران 6 سال بعدش، اون رو تبدیل کردن به پیروزی نظامی بزرگ ایران. یعنی ببینید فریب، میدونید یه دستگاه میخواد، اینا دستگاهشو دارن. آیا شما ضد دستگاه رو دارید؟ آیا شما این قدرت نرم رو دارید؟ بی خود نمیگن بهش قدرت نرم، برای اینکه قدرت داریم صحبت میکنیم، از قدرت داریم صحبت میکنیم. این قدرت رو دارید یا ندارید؟ من میگم نداریم. شاه هم نداشت، باخت. شاه اینقدر قدرت نرم نداشت که وقتی که یه شایعه پراکندوندن که علی شریعتی و ساواک کشته، نتونست جلوش وایسه، نتونست ضد شایعه رو تولید بکنه، میگه آقا من حرف مفت دارم میزنم. شاه اینقدر قدرت نرم نداشت که وقتی مصطفی خمینی از فرط خوردن و عرق خوردن مرد، وقتی شهیدش کردن نتونست بیاد بگه آقا این شهید نشد، این خودش مرده. اینقدر قدرت نرم نداشت. اصلا اون جریان فکری، اون رشته فکری که یک آدم های جسته گریخته متعلق به اون هستن، ولی هیچ وقت تبدیل به جریان نشد. مارکسیزم در ایران تبدیل به جریان شد، مارکسیزم اسلامی تبدیل به جریان شد،
مصدقی مذهبی تبدیل به جریان شد. ولی هیچ جریانی شما در ایران به اسم جریان ملی اصلا از حد یکی دو نفر تجاوز نکرد، هیچ وقت نتونست تبدیل به یه مکتب بشه، هیچ وقت نتونست تبدیل، هنوزم که هنوز جلوش میستن. حتی اگر دستیار احمدی نژاد بیاد بگه آقا اسلام هر چی داره از ایرانه بهش میگن تو منحرفی، وقتی جوان ایرانی میاد میگه جمهوری ایرانی جانم فدای ایران، از آمریکا محسن کدیور میاد تو وی او ای میگه آقا دریوری نگو، بعد بگی جمهوری اسلامی، بعد بگی جانم فدای اسلام و فلسطین و فلان، از این حرفا. نه قدرت نرمشون اینقدره، یعنی اصلا اون جریان ایرانی شکل نگرفته، هیچ وقت بهش اجازه ندادن شکل بگیره و این جریان رو باید بهش شکل داد. بعد در قالب این جریان دوست جوانی که زنگ زد و گفتش که هر کس برنامه خودش رو بیاد ارائه بکنه و مردم ایران تصمیم بگیرن، مردم ایران تصمیم بگیرن، ولی اون قدرت نرم رو باید ساخت. اون قدرت نرم ایرانی هیچ وقت شکل نگرفته. قدرت نرم شیعه بوده، قدرت نرم اسلامی بوده، قدرت نرم توده‌ای بوده، مصدقی مذهبی بوده، نهضت آزادی، اینا همه‌شون بعد ائتلاف هم کردن، یه مگا قدرت نرم درست کردن، ولی قدرت نرم ایرانی اصلا وجود نداشته. میدونین اون باید به وجود بیاد که در مقابل این چیز کذب جعلی که بهش میگن ایران اسلامی، که کذب جعل روشنفکری، جعل علمی، جعل جغرافیایی و تاریخی است که پرژیا ایران رو کردن ایران اسلامی جعله، سرود ملی ایران رو کردن سرود جمهوری اسلامی که هیچ کس رو شما بده نمیکنه حتی آهنگش رو بلد باشه، جعل کردن پرچم ایران رو، جعل کردن پرچم ملی ایران، پرچم شیر و خورشید و رنگ کردنش پرچم الله اکبر، جعلیست. همین ترتیب فکر سیاسی در ایران جعلیست. حجم قابل توجهی از افکار و مقالات و چیزهایی که در داخل و در خارج چیز میشه جعلیست یا مزخرفاته، به قول فیلسوف آمریکایی هری فرانکفورت بولشیته، یعنی مزخرفه. این باید یک ضد قدرت نرمه که این ایرانی باید باشد، ایرانی باید فکر بکند، اصلا دغدغش ایرانه، این باید شکل بگیره و بیاد بزنه نابود بکنه اون قدرت چیز رو. ببینید یه چیز دیگه هم بگم، پرحرفی کردم خیلی عذر میخوام. ببینید در شرایط تمام شیمیستا میدونن آب در صفر درجه منجمد میشه، در صد درجه بخار میشه، ولی شما میتونید در شرایط انتزاعی، در شرایط آزمایشگاهی آب رو تا منهای 20 منهای 30 هم ببرید، اگر کانونی وجود نداشته باشه که انجماد مولکول‌های آب دور اون صورت بگیره، آب تا منهای 30 درجه تا 200 سال دیگه منهای 30 درجه مایع میمونه. باید مانع بشید که اون کانون شکل بگیره. 40 سال است دارن مانع میشن اون کانون شکل بگیره، برای اینکه میدونن هیچ اتفاق نخواهد افتاد تا موقعی که اون کانون شکل نگرفته. اون کانون شکل بگیره، جمهوری اسلامی که سهل است، ائتلاف روشنفکری گفتمانی ایدئولوژی که معروف به 57 دود خواهد شد، رفت تو هوا برای هزار سال آینده، ولی اون کانون باید شکل بگیره، اون قدرت نرم ایرانی باید شکل بگیره. تشکر. همینم از بازار عبور میکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم، بیریم که دوستان عزیز آقای دکتر نوریالا و آقای اعتمادی چی دارن به ما بگن. برنامه پی میگیریم عمیانان عزیز و ارجمند با آقایان دکتر اسماعیل نوریالله، آقای رامین پرهام، آقای حسن اعتمادی عزیز. حرفای تمول برانگیزی زد آقای پرهام، ببینیم که نظر دوستان چیه. آقای نوریالله شما میخواهش بکنم دیگه تماس نگیرید، این وقت آخر رو بگذاریم در اختیار دوستان. آقای نوریالله، اون چی که آقای پرهام با ما در میان گذاشت به نظرم خیلی جای بحث داره، جای تأمل و گفتگو و نکات خیلی مهمی رو مطرح کردن. بفرمایید. صد درصد همینطوره. من در قسمت اول این برنامه هم آنچه رو که ایشون در مورد عرض کنم که قدرت نرم صحبت کردن تصدیق کردم، به نظر من امر بسیار درستی هستش. اما چون من اساساً اعتقادم بر اینه که هر حرفی که میزنیم فاعلش رو هم باید مشخص بکنیم، من فکر میکنم که این قدرت نرم هم تا موقعی که فاعلش مشخص نشه فقط در حد یک شعار باقی خواهد بود.
من حتی دیدم که در این فاصله که صحبت میکردیم از اتاق فرمان شما آقای امیر شوکتی یه یادداشتی رو گذاشتن برای آقای پرهام، نوشتن دکتر پرهام عزیز شما تنها کسی هستید که با فن بیان خوبتان این اتحاد را شکل بدهید. ببینید ایشون هم از این قدرت نرم رسیدن به اتحاد، یعنی فکر میکنن که اگر اتحادی وجود داشته باشه این قضیه فاعلی پیدا میکنه و در نتیجه سامان میگیره. من تمام عرض کنم که حرفم در مورد این است که چگونه میشود اون اتحاد رو به وجود آورد و اعتقادم بر اینه که به طور بالقوه موانی اون قدرت نرمی که دکتر پرهام میگه در تجربه 40 ساله ما فراهم شده است. اما ما اگر که تمام فشارمون رو نگذاریم روی اینکه چگونه میتوانیم برای سازنده، مصرف کننده و استفاده کننده از اون قدرت نرم فاعلی رو به وجود بیاریم، تلاش ما ثمری نخواهد داشتش. به نظر من شما نگاه بکنید در دوران انقلاب مشروطه متفکرین ما با توجه به اینکه بعد از جنگ های ایران و روس شکستی که ایران خورده بود رفتن دنبال اینکه عقب افتادگی ایران رو معنا بدن و بفهمن که چرا این اتفاق افتاده، این قدرت نرم رو فراهم کردند که انقلاب مشروطه بر بنیاد اون شکل بگیره. اما اگر انقلابیون مشروطه نبودن، اگر کسانی که نیامدن به میدان و در مقابل عرض کنم که بیداد سلطنتی و ایلغار عرض کنم که استعماری قد علم نکرده بودند، اون گفتار هم عرض کنم که به جایی نمیرسید. اما به محض اینکه فاعل‌های این قضیه پیدا شدند یک مرتبه این بلقوگی به فعل در آمد و موجب شد که اون انقلاب صورت بگیرد. تشکر میکنم. آقای اعتمادی عزیز بفرمایید. آقای میبودی من سالیان درازی است که تقریبا رامین پرهام نازنین رو از دور و نزدیک میشناسم و میدونم که در بین هم نسلان خودش یکی از به اصطلاح چهره‌های برجسته است که ضمن اینکه با سیاست مدرن آشنایی کامل داره، نسبت به کشورش و میهن خودش بسیار وفادار هست و مسئولانه عمل میکنه و دلسوزانه. ما در بین هم نسلان رامین پرهام کمتر کسی رو داریم که تا این اندازه با شجاعت و صراحت تمام نظرات خودش رو در برابر هم ضعف‌های اپوزیسیون و هم ضعف‌هایی که در جامعه ایرانی در سوی هموطنانمون حتی وجود داره به این روشنی بتونه ابراز نظر بکنه. و بازم شاهد این بودم که در دوره‌های گذشته بسیار فعال در زمینه متحقق ساختن ابزار و وسایلی که بتونه به سهم خودش هدف‌های خودش رو هم در کنار سایر مبارزین و فعالان سیاسی و شخصیت‌های سیاسی کشورمون به سرانجام برسونه کوشش کرده. اما خوب استش که همینجا هم به هر حال این نکته را اشاره بکنم که نمیدونم به چه دلیل در طی سالهایی که گذشت، این سالهای اخیر، رامین پرهام عزیز به هر حال به دلیل گرفتاری ها یا هر چیزی که بود مانند گذشته برای به اجرا در آوردن اهداف سیاسی خودش به هر حال به اون حدی که لازمه حضور فعالی نداشت. و همونطور که آقای دکتر نوری علا اشاره کردن، ما برای متحقق ساختن این ایده ها احتیاج به ابزار و وظیفه و وسیله داریم. این ابزار و وسیله اسمش تشکیلاته، اسمش به اصطلاح سازمانه، اسمش یک جمعیتی است که بتونه اون قدرت نرم رو در برابر یک چنین حکومتی که ویژگی هاش رو رامین پرهام عزیز به درستی و به دقت توضیح داد بتونه قرار بگیره و بایسته و این مملکت رو نجات بده. ما وظیفه نداریم فقط بیایم در رسانه‌های گروهی اخبار رو تفسیر بکنیم و شرایط سیاسی کنونی امروز رو تفسیر بکنیم. امروز به اندازه کافی ما در رابطه با ماهیت حکومتمون و در رابطه با حکومتی که البته به اصطلاح به این شکل در کشور ما 40 ساله که به قدرت رسیده، در رابطه با وضعیت مردممون، اشکالاتی که در جامعه وجود داره صحبت کردیم. امروز با توجه به خطراتی که ایران رو تهدید میکنه و خود شما در مقدمه برنامه بهش اشاره کردید و همطور آقای نوری علا و همطور رامین پرهام عزیز، همه اینها باعث نگرانی باید باشه. و تنها چیزی که امروز باقی میمونه به وجود آوردن اون تشکیلات، به وجود آوردن اون اتحاده. و اگر ما در این دوره در این شرایط کنونی
هممون تلاش نکنیم برای ایجاد اون به اصطلاح تشکیلات لازم و اون قدرت نرمی که در برابر این قدرت سختی که امروز حاکم بر کشور ما هست، به نظر ما بازی رو باختیم. همونطور که رامین پرهام عزیز گفت، این انتخابات رو آقای خامنه ای برد، آقای روحانی برد، طرفداران آقای رفسنجانی ها بردن، مردم ما نبردن و نتایجش هم از همین امروز و فردا باز آشکار خواهد شد. من امیدوار هستم نتیجه این بحث‌ها و این گفتگوهایی که در حال انجامه بتونه برای ایجاد اون اتحاد وسیع و برای به وجود آوردن اون قدرتی که باید در مقابل این حکومت قرار بگیره و این مملکت رو نجات بده، به زودی بتونه متحقق بشه. خب گفتگو رو پی میگیریم و دوستان عزیز، آقای فرهاد نازنین، حضورت کس کنم، ما تجربه داریم در طول تاریخ که از طریق بخشنامه نمیشه اتحاد ایجاد کرد بین آحاد مردم یا همبستگی پدید آورد. همیشه حادثه تاریخی بوده که مردم خواب زده رو بیدار کرده، اونها رو در کنار هم قرار داده. یعنی ایرانی ها این استعداد رو دادن که در مواقع حساس تاریخی سریعا کنار هم بیستند. سال 88 شاید مثلا مثال خوبی باشه، آخرین مثال همینه. یعنی 5 میلیون جوان تو خیابون ها بودن و یه بیمارم به دستور پزشک، بیماری که حالا دچار ایست قلبی شده، از جا بلند نمیشه، باید شوک 240 ولت به قلبش وارد کرد و این جسد رو از جا وادار به قیام کرد. میخوام ببینم که چطور میشه اون شوک رو وارد کرد یا اون چکان لازم رو ایجاد کرد، چون تا به حال تمام تلاش اپوزیسیون بر این مبنا بوده که از طریق بخشنامه اتحاد ایجاد بکنه، از طریق دادن بیانیه، اعلامیه یا نصیحت، پند و اندرز. در خدمتی. ببینید، اولا خیلی واقعا ممنونم از شما، از اسماعیل نوریالا، از حسن اعتمادی عزیزم، واقعا لطف دارید. نمیدونم چجوری پاسخ باشم، نمیدونم، فکر نمیکنم وقت زیادی مونده باشه توی برنامه، چون این پرسشی که مطرح کردید آقای میبودی یه پاسخی داره در زمینه فکری و تاریخی علمی، یه پاسخ داره، منتها یه ذره پاسخش طولانی است. ببینید نمیدونم چقدر وقت داریم. 4 دقیقه وقت داریم. ببینید یه مثال بزنم یه ذره فضا سبکتر بشه. این یووال حریری که تاریخ تکوین بشر امروزی رو که بهش میگیم سیپینز، بشر امروزی، ما میمون های خیلی خیلی پیشرفته رو نوشته، از دانشگاه عبری. کتاب واقعا 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 زیباییست و خواندنش واقعا میارزه. یووال حریری از دانشگاه عبری اورشلیم، استاد بسیار معروفی است در زمینه چه در زمینه کاری خودش. ببینید یه مثال خیلی قشنگی میزنه که در بین اندیشمندان و اهل فن گویا رایجه. ببینید که میگه که اگر برید از یه شامپانزه نزدیکترین میمونه به ما انسان ها، بشینید 100 روز هم باهاش سر کله بزنید که این موزی که دستشه در ازای 100 موزی که بعداً در بهشت شامپانزه ها بهش خواهند داد، این موزی که دستشه به شما بده، امکان نداره این موز به شما بده. این مثال رو دانشمندایی که تاریخ تکامل اِوولوشن انسان رو روش کار کردن برای این میزنن که بگن تنها میمونی که اهل متافیزیک انسانه، میمون‌های دیگه و نه هیچ جانور دیگه‌ای در طبیعت اهل متافیزیک نیست. این انسانه که اهل متافیزیکه، این انسانه که میتونه بیاد موزی که دستشه به شما بده که در ازاش در بهشت انسان‌ها 100 تا موز بهش بده. هیچ میمونی هم کاری نمی‌کنه. این انسانه که شما میتونید بیاید بهش بگید که بله، مثلا پدر تبار ما، بنیانگذار تبار ما، مثلا اساسش رو میزد زمین، اساسش اژدها میشد. یا پیامبر مثلا، یا یک یهودی 30 ساله بود، خیلی آدم خوبی بود، مادرش باکره بود، خودش هم رو آب را میرفت. هیچ شامپانزه این حرف رو قبول نخواهد کرد. تنها شامپانزه‌ای که این حرف رو قبول میکنه انسانه.
یا بیاد بهش بگید که آقا یک تاجر قریشی بود، این یه زن پولداری داشت، یه اسب بالدار هم داشت، سوار این اسب میشد از مکه میرفت اورشلیم برمیگشت. هیچ میمونی این حرف رو باور نمیکنه. تنها میمونی که این حرف رو باور میکنه انسانه، چون انسان اهل متافیزیکه. انسانه که میتونه بیاد، یه بابایی میتونه از پاریس بلند شه بیاد تهران، بهش بگه که بله حق حاکمیت متعلق به خداست، از خدا چیز متعلق به تو نیست، متعلق به خداست، از خدا منتقل شده به نبوت، از نبوت رسیده به امامت، از امامت رسیده به ولایت، منم ولیشم. این وقت آدمه که میتونه یه همچین مزخرفی رو باور بکنه. این در نظم طبیعی هیچ جایی نداره. این متافیزیک انسانیست که بخش قابل توجهش به قول فیلسوف آمریکایی فرانکفورت بولشیته، یعنی مزخرفاته. شما میگید چجوری میشه خواستهای مردم، این نارضایتی مردم رو کریستالایز کرد؟ میگم هیچ کریستالی به وجود نمیاد تا اون کانون کریستالایزیشن به وجود نیاد. اینو شیمیستا میفهمن، ولی به معنی اینکه پاتون از شیمی میذارید بیرون میرید تو علوم انسانی، فهموندن این چیز بدیهی بسیار کار مشکلی میشه. این از چیزای انسانیست، ولی راه عملیش چیست که اون شک وارد بشه و این نارضایتی مردم کریستالیزه بشه؟ ببینید، مردم تا به چیزی باور نداشته باشن، نه در ایران، نه در حالا، نه در 2000 سال پیش از میلاد، نه در هیچ فرهنگ و هیچ تمدنی، هیچ نظمی رو نمیشه برقرار کرد تا مردم به اون نظم باور نداشته باشن. و هیچ نظمی پایدار نمیمونه مگر اینکه مردم بهش باور داشته باشن. باور مردم به اون نظم وجود نداشته باشه، اون نظم میریزه. اصلا هیچ ارتشی رو حتی، هیچ قوه قهریه‌ای رو حتی با قهر و با خشونت و با ابزار سخت نمیشه پایدار نگه داشت. اون هم ابزار نرم میخواد، یعنی سرباز و افسر و درجه دار و تیمسار باید باور داشته باشن به یک چیز نرمی تا اون ارتش رو بشه به شکل داد. این باور فقط یک مقوله انسانی است، در هیچ جای دیگه وجود نداره. ملت ایران، مردم ایران تا به یه چیزی باور نداشته باشند، این تتمه باور خودشون به ولایت ولی امر مسلمین رو ور نخواهند داشت. اون کانونی که بتونه باور ملت رو جذب خودش بکنه، اون کانون رو باید به وجود بیاره. حالا میگم وقت کمه، اهل فن موقعی که صحبت از این کانون میکنن صحبت از میتولوژی میکنن، برای همین میتولوژی مهمه در انسان، در هر جامعه انسانی اسطوره ها مهمن. اسطوره ها که به نظم سیاسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی انسان ها شکل میدن. اون کدام اسطوره ایرانی است که بشه باور و نارضایتی ملت ایران رو گرد اون کریستالایز کرد؟ این سوال رو مطرح میکنم تا سه‌شنبه آینده. تشکر میکنم. تشکر آقای نوریالا، سپاسگزارم. آقای اعتمادی تشکر، و آقای دکتر رامین برهام عزیز، امیر شرطی هم برنامه رو هدایت کرد، ازش ممنونم. از شما سپاسگزارم که در نهایت ادب و نزاکت پرسشاتون رو با دوستان ما در میان گذاشتید. یادتون باشه که به اسطوره ها رسیدیم، میتولوژی، اینکه کدام اسطوره است که ایرانی ها میتونن گردش جمع بشن. ساله امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نفت زنان به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان.